آقا خسته نباشید. اینجا قبلا لبنیاتی بوده. تیریکو به رنگ لباس فروش قدیمی از کت داره تا پیرن شلوار. تلفن عمومی یا سکه‌ای بود یا اصلا هیچی نمیخواست بزنی. یه بمب هم خورد اینجا خیابون عسکری دبود. آرشگاه سهراب قدیمی‌ترین آرشگاه اینجا است. میدونم چرا اصلا اسم اینجا شده خیابون قدمگاه. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب از آبیاری داریم میریم به سمت قدمگاه، خیابون قدمگاهی که خیلی خواسته بودید که ازش فیلم بگیرم. اول کار یه قهوه خونه یا یه چای خونه هست که بساط قلیون و این چیزا هم هست. اینجا میگن قدمگاه غربی که از اینجا هست به سمت سیاحت گرد. قدمگاه شرقی دیگه میره به سمت خیابون استقلال یا نادر. ممنونم از جناب رشیدی که قدیمی های اینجا بودن و یه توضیحاتی از اینجا دادن که بهتون بگم. خب ظاهرا این ساختمون سه طبقه قدیمی هم قدیمی ترین ساختمون ها هست که سه طبقه اینجا ساخته شده. آقا خسته نباشید. اینجا قبلا لبنیاتی بوده؟ بسته شده. سالن زیبا سرای نازآفرینش هم لبنیات قدیمی بوده که سرشیر هر روز به پا بوده که بیان این محله مردمش بخرن و بخورن.
اینجور بقالی های قدیمی دیگه کم پیش میاد که ببینیم تو سطح شهر. اون سوپر گوشت حسینی تیریکو بهرنگ لباس فروش قدیمی از کوت داره تا پیران شلوار. آرشگاه باران رسیدیم به آش کاکو. اینجا خیابون سیاحتگره و این آش فروشی هم بانک بوده میگم، بانک صادرات که بانک رفته اون روبرو. از دیدگاه خیلی بزرگش دیگه فروشگاه جدید همش همینجوریه، اون صفحه بقالی قدیمی نداره. رسیدیم به مسجد سیاحتگر. بانی احمد سیادگر سال 1349. دکتر شریعتی توی یکی از
نوشته هاش می‌نویسه که به جای اینکه توی مسجد بشینم و کفشمو بذارم دم در به این فکر بکنم که کفشمو بردن یا نه، کفشمو میپوشم میان تو خیابون راه میرم و به خدا فکر میکنم. خب از مسجد سیادگر بریم به سمت قدمگاه شرقی. مستقیم میخوره به چهار بنفشه. قدیمی ها یادشونه تلفن عمومی یا سکه‌ای بود یا اصلا هیچی نمیخواست بزنی، یعنی موقعی که تماس میگرفتی از اون شخصی که تماس گرفتی کم میشد. الان دیگه تلفن ها شده کارتی. خب اینجا شیشه بری هم زیاد هست. دهه 60 که چند باری بمبارون شد شیراز، یه بمب هم خورد اینجا خیابون اصغری، 12 متری اصغری که الان بهش میرسیم. گفتن چند تا کشتن داده اینجا. قدیمی ها چند سالی بود ندیده بودم. چی هست؟ اصلا نمیدونم چی هست. آرایشگاه سهراب قدیمی ترین آرایشگاه اینجاست. کوچه نو که معروف به 6 متری افخمی.
خب میگن تو این کوچه خانواده رعنایی بودن اینجا که ماشینای بنز و اینا اولین بار آوردن توی شیراز. خب از کوچه 9 اومدیم بیرون ادامه مسیر. برای اونایی که نمیدونن چرا اصلا اسم اینجا شده خیابون قدمگاه، این گنبدی که میبینید میگن قدمگاه حضرت ابوالفضل. من یادم قدیم مادر بزرگم شنبه ها میومد اینجا گفتن حاجت میده و نظر میکردن و چیا. البته به احتمال همون 99% شایعه بودن قدمگاه حضرت ابوالفضل شنبه ها عصر اینجا معروف در خانوم هم دیگه این باور رو دارم، خانم های قدیمی گفتم درش باز باشه میاد. اینجا نوشته نظرگاه حضرت ابوالفضل عباس، درش هم باز قدمگاه بود شده نظرگاه. پس دور برادران من این بر نیست. نماز کجا برمیزن؟ ممنون متشکر. فکر میخوام بریم تو خواهرام. کی میخونه؟ چی میخونه؟ چشم میگم آی امامی هستن؟ نه آی امامی فقط شبه ها میگم. کی هستن؟ سلام هست که الان کی هست؟ الان بلادی.
کام پشت این قدمگاه یه دبستان داره، بهش میگفتن دبستان سرلشکر رضایی فکر کنم. این هم از این حالا یه شنبه عصر هم میام اینجا که ببینیم حال هوای اینجا چجوریه مثلا قبل از اون طرفای 6 و 7. الان یک شنبه است، دم ظهر دیگه، نماز جماعت هم که دیدیم بود. بیشتر مغازه ها خونه های قدیمی که دارن میشن چند طبقه هم؟ یک، دو، سه، چهار طبقه. اینجا به من گفتن که این مغازه نون سنگک ریگی بوده، دستگاهی هم نه ریگی قدیم، الان شده نان لواش. آخ حسن باش، از که اینجا شده لواش سنگک بود؟ قبلا اینجا سنگکی بود؟ چند سال پیش، چند سال پیش نمیدونین چند سال گفتن بهم اینجا یه نون سنگکی بوده، ریگی هم بوده، همون هم چند سال پیش بوده. دست دادن همه سی چهل سال پیش. آقا خیلی ممنون. اوکی. یک زمان شا
یوخ پزی هم به من گفتن قدیمی. البته من خودم چون بچه اینجا نبودم خبر ندارم دیگه چیزاش خیلی باورت نیست. البته من خودم چند ویدیو قبل با هم رفتیم و یوخه گرفتیم دیگه، دفعه بعد میام از اینجا میخرم. سلام، خسته نباشید. اینجا چند ساله نون یوخه؟ 40 سال. این نون یکیلو چند خواهی؟ این کنم 75. کجا؟ تو امیر کبیر. من 80. نه نه 85. 85؟ نه ببینیم نونو خوبه؟ بد نیست. خوبه بفهم. من اونم سازر تو کنجی داره کمتره. کنجی تش کمتره؟ به به دسته. با اجازهتون قدیمی ها این محله به من گفتن بیا اینجا فیلم میگیر، گفتن یه نون یوخه پزی اینجا بوده، قدیمی بوده، خیلی خوشمزه بوده. دست شما درد نکنه. یوختون هم معروفه. دیگه چیزا دیگه میاریم اجا خوب میاریم. اینا هم خودتون میزنین یا از جای میاریم؟ نه اینجا بوده حالا کارگاه برده. کارگاهتون رفته یه جای دیگه. دست شما درد نکنه. بستنی فروشی برای؟ یه بستنی فروشی اینجا هست، فروشم اونجا هست. اما اونجا بری بهتره. اونجا برم بهتره؟ کارگاه هست هیچ. اگه که دیگه میری جلو خواهی یه بستن فروشی. دست درد. دستی کنم آره نه فقط هستم ببینم، نه هستم بخواهی. نه او چیست درد. باش دست. اسمش چیه؟ احمد آقا. دست درد. باید میخوای بستنی میگیری و یکی بهتر. خب بستنی بلی یخش قبل از اینکه دهه 50 کلا این محله ها گاز کشی بشه، اینجا یه مغازه نفت فروشی بود بر علاءالدین و از یه حرفا. یه خیلی وقتی که دیگه اینجا نیست. پنجاه سال دیگه هم یکی دور به دست میاد اینجا میگه اینا بودن نبودن. خب رسیدم خیابون نادر، اون برم فلکه فرودگاه، الان شده دیگه فلکه بسیج بهش میگن. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. فعلا خدا نگهدار.